مکاشفه فصل سوم. به فرشته کلیسای سارت بنویس، این است سخنان آن کسی که صاحب هفت روی خدا و هفت ستاره است. اعمال تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. و اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان با لباس سفید با من را خواهند رفت، زیرا مستحق آنند. کسی که پیروز شود با لباس سفید پوشیده خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید. به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس، این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او باز کند نمی توان بست و هر دری که او ببندد نمی توان باز کرد. من اعمال تو را می دانم و دروازه باز پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد. زیرا با این که قدرت تو کم است، کلام مرا نگه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این است کاری که من خواهم کرد. آنانی را که جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افگند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیست را از آزمایش سختی که قرار است در تمامی دنیا واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاجت را بگیرد. من کسی را که پیروز گردد مثل ستون در خانه خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا، یعنی آن اورشلیم نوی را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام نو خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید. به فرشته کلیسای لاودیکیا بنویس، این است سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و آغاز تمام خلقت خدا. من از همه اعمال تو آگاه هستم و می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم می بودی و یا سرد، اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت اگرچه این را نمی دانی، تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو نصیحت می کنم، طلای را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند، و لباس سفید بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی، و مرهم بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. همه کسانی را که دوست می دارم سرزنش می کنم
و تأدیب می نمایم، پس غیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من. با آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید، و با آن طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت سلطنت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید.